سلام خدمت همه همراهان همراه مکانیک. تو این ویدیو قصد داریم آریزو 6 توربو رو با سراتون مقایسه کنیم. لطفاً همراه ما باشید. قبل از هر کاری میریم سراغ معرفی این دو سدان جذاب. آریزو 6 توربو یه سدان جمع و جور از کمپانی چریه که اولین بار سال 2016 در نمایشگاه خودروی پکن رو نمایی شد و از سال 2018 هم به بازار جهانی راه یافت. از سال 1398 هم چری آریزو 6 توربو با لیست بلند بالایی از امکانات و تجهیزات در اختیار خریداران ایرانی قرار گرفت. در سمت دیگه کیا سراتو رو داریم که نسل اولش سال 2003 و نسل دومش سال 2008 توسط کمپانی کیا موتورز طراحی و رونمایی شد و به بازار کشورهای مختلفی همچون چین، کانادا و آمریکای شمالی رسید. سال 2010 نمونه‌های وارداتی سراتو نسل دوم راهی ایران شد و خیلی زود پرطرفدار شد و برای همین شرکت سایپا در سال 1393 طی مذاکراتی با کمپانی کیا مونتاژ این سدان پرفروش را در ایران شروع کرد. اگه بخوایم طراحی داخلی آریزو 6 توربو و سراتو سایپا رو با هم مقایسه کنیم، باید بگیم که آریزو 6 توربو طراحی داخلی بروز و منحصر به فردی داره و از این نظر برتریش نسبت به سراتو سایپا کاملا واضحه. صندلی های این سدان چینی راحت تر و ارگونومیک تره و در ساخت اغلب بخش های کابینش از پلاستیک و چرم با کیفیتی استفاده شده. ولی سایپا در ساخت سراتو برای کاهش هزینه های تولید از ادوات کم کیفیت داخل کابین استفاده کرده که با کمی ارفاق میشه بهش نمره قبولی داد. در بخش مقایسه این دو خودرو از نظر طراحی خارجی می‌بینیم که سراتو سایپا یک سدان شهری با طراحی ساده و در این حال جسورانه است که می‌تونه دوستداران سدان‌های جمع و جور شهری رو جذب کنه. در مقابل چری آریزو 6 توربو طراحی بروز و مدرنی بر اساس زبان جدید طراحی شرکت چری داره که چهره مصمم و جذابی برای این سدان شرقی پدید آورده. در مجموع میتونیم بگیم آریزو 6 توربو با همه جذابیت‌هاش تا حد رقیب کره‌ایش عام پسند نیست و برای کسانی مناسبه که از چهره تکراری سدان‌های سالخورده این بازه قیمتی خسته شدن. میرسیم به بخش مقایسه فنی آریزو 6 توربو و سراتوی سایپا. سراتوی مونتاژی از یک پیشرانه 2 لیتری با توان خروجی 156 اسب بخار و گشتاور 195 نیوتن متر بهره مند و گیربوکس 6 دنده اتوماتیکش وظیفه انتقال قدرت به چرخ‌های جلو را دارد. حداکثر سرعت سراتو 190 کیلومتر در ساعت و مصرف سوختش هم 7.1 لیتره. آریزو 6 توربو هم از پیشرانه 1.5 لیتری توربو شارژ بهره میبره که توان تولید 147 اسب بخار قدرت و 210 نیوتن متر گشتاور رو داره و گیربوکسش از نوع 9 دنده CVTه. شتاب 0 تا 100 این سدان چینی 9.2 ثانیه است که در مقایسه با شتاب 0 تا 100 10.5 ثانیه سراتو چالاک تره. حد اکثر سرعت آریزو 6 توربو 210 کیلومتر در ساعت و مصرف سوختش هم 6.9 لیتره. در بخش جذاب مقایسه آپشن ها و امکانات میبینیم که چری آریزو 6 توربو مثل اکثر سدان های چینی آپشن های زیادی مثل تنظیم الکتریکی ارتفاع چراغ های جلو، دیلایت، اوتولایت، مهشکن عقب، چراغ های جلوی هالوژن، 6 اسپیکر به همراه ساب ووفر، صفحه نمایش 9 اینچی لمسی، تا شوندگی برقی و گرم کنه آینه های جانبی، تهویه مطبوع دیجیتال، گرم کنه صندلی جلو، روکش چرم، صندلی های عقب تاشو، سنسور پارک جلو و عقب، سنسور فشار باد تایر، کروز کنترل، فرمان برقی، دکمه های کنترل روی فرمان، نمایشگر 7 اینچی، استارت دکمه‌ای، ریموت استارتر، ساندروف و دوربین 360 درجه داره. سراتوی سایپا هم آپشن هایی مثل چراغ های جلو با قابلیت تنظیم نور، مهشکن جلو و عقب، اوتولایت، 6 اسپیکر، صفحه نمایش 7 اینچی لمسی، سنسور پارک عقب، کروز کنترل، پدال شیفتر فرمان، ساندروف، صفحه کیلومتر سوپر ویژن، دوربین عقب و استارت دکمه‌ای داره.
در بحث ایمنی باید بگیم که سراتو موفق به کسب امتیاز تاپ سیفتی پیک از مؤسسه بیمه و ایمنی بزرگراه‌های آمریکا و 4 ستاره ایمنی از مؤسسه اینکپ شد. با اینکه شرکت سایپا بخش قابل توجهی از تجهیزات این خودرو را از نمونه مونتاژی حذف کرده، با این حال میتونیم توی این خودرو آپشن‌های ایمنی مثل 2 کیسه هوا، قفل مرکزی، ایموبلایزر، ریموت کنترل، ورود بدون کلید، کمربند پیشکشنده، پشت سری فعال، باز شدن اتوماتیک درها هنگام تصادف، ترمز دیسک چرخهای جلو و کاسه چرخهای عقب، ABS و EBD رو ببینید. در مقابل، چری آریزو 6 توربو تا کنون توسط هیچ یک از مؤسسات معتبر ایمنی جهان مورد تست تصادف قرار نگرفته و سطح ایمنیش در حاله ای از ابهامه، ولی مجهز به امکاناتی مثل قفل مرکزی، ایموبلایزر، ریموت کنترل، ورود بدون کلید، کمربند ایمنی پیشکشنده و محدود کننده، 6 کیسه هوا، ترمز دیسک خنک شونده، ABS و EBD، ترمز پارک برقی و اوتو هولد. در مقایسه شرایط بازار این دو خودرو شاهدیم که کیا سراتو در چندین نسل مختلف راهی بازار شده و برای خریداران ایرانی کاملا شناخته شده است. همچنین خدمات پس از فروش گسترده و دسترسی آسان به قطعات یدکیش بازار خوبی رو براش در پی داشته. در مقابل چری آریزو 6 توربو با وجود تمام مزایاش هنوز هم یک سدان تازه وارده که به واسطه قیمت بالا و طراحی نه چندان عام پسندش نتونسته سهم زیادی از بازار داشته باشه. در بخش جمع‌بندی نهایی این مقایسه باید بگیم که چری آریزو 6 توربو با مزایایی مثل پیشرانه توانمند، تجهیزات بروزتر، کابین جادارتر، عملکرد فنی بهتر و سواری نرمترش ارزش خرید بالاتر نسبت به سراتوی سایپا داره، ولی در حال حاضر گرون بودن این خودرو و عرضه محدودش باعث شده اغلب خریداران ترجیح بدن با این قیمت به جای خرید یک سدان چینی به اصطلاح لوکس و گرون، محصولات شناخته شده تری مثل مزدا 3 نیو، کیا سراتو سایپا و هیوندای الانترا بخرن. ممنون که تو این ویدیو همراه ما بودید. سوالات و نظراتتون رو برامون کامنت کنید.